شکستن بی صدا بود، هر صدایی که صدا چه ترسیده صاحب نداره؟ صاحبش خود من هم. Says clear down. Cool, cool. Good show. Good show, man. Yeah. Yeah. This tune is. Different than what you know what? Yes, yes. So let me. Where do you want to see me? Thank you so much. No tempo en palate. Yeah, this one. Hammer one. The one that modified. So Paul, you just zire khananda ra akhir. Ye zire khananda hone. Kuch nahi karoge. Yes. Improvise mikone dige. Improvise mikone. Ba band asan chi nadari. Ye zire ba band bezani. Farosh zakh az ye dono bezani ba have an interview as well. Thanks. طرفداران میتونن در آینده منتظر حضور فوکوش در عرصه‌های دیگه‌ای باشن به جز روی صحنه. امیدوارم برنامه که اجرا میکنیم تو هم با خاطره باشه که چون برای آخرین بار در استکهلم هست. حالا تعریف بکنم قبل از اینکه این ترانه رو اجرا بکنم. اسفندیار منفردزاده آهنگساز بزرگ ما ترانه ای رو ساخت به نام جمعه. یه روز اسفند اومد پیش من و گفتش که این ترانه جمعه رو
اگه میتونی بخون. خلاصه من خوندم این ترانه رو یادش بخیر و من از دیروز خیلی فلبداه تصمیم گرفتم با کمک بابک عزیزم این ترانه رو به مناسبت کشتار خونین زاهدان در جمعه اصابه ایران نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد کاش میبستم یادم هست انقلاب شده بود هم انقلاب بود انقلاب به معنای واقعی یعنی بود از توی تظاهرات رد می شدید مثلا می اومدید تا شمال شهر تهران هر جا می رفتید رو دیوارها شعار نمی شدن این سواکیه اون فلان اینو بگیرید اونو بکشید صدای تیراندازی می اومد با تورج نگهبان وارد منزل گوگوش شدیم این سایه انقلاب سنگینی می کرد تنهایی رو می دیدید در چهرش در صورتش مونده بود به کجا آمده از امریکا هیچ وقت اون لحظه یادم نمیاد و جالبه که روزی هم که صدای اینا رو قطع کردن در رادیو دوستان ما در رادیو بودن گروه های سیاسی در رادیو بودن یادتون باشه هنوز جمهوری اسلامی بر رادیو تلویزیون مسلط شده بود ولی رادیو در میدان عکس در اختیار گروه های سیاسی بود وقتی فرمان اومد از بالا که صدای زن قطع اونا بدون لحظه ای تأمل صدا رو قطع کردن هیچ کس اعتراض نکرد این همه مارکسیست، لنینیست، کمونیست، آدم ترقی خواه آدمی که به آینده ایران فکر میکرد یک بیانیه دو خطی بدن اعتراض بکنن صدای خواننده هایی مثل گوگوش رو قطع کردن بعد هم که خودش رو 21 سال یادم یه کتابم جا گذاشته خونه آره گلیم حاشیه نویسی داشت بله. من پهل شما چه بله. کارش کرد نگرش داشتی من ایران مو... بله تو کتاب خونم اونجا بود مولوی بود یادتونه نه نبود حافظ. حافظ بود شاملو حافظ بود حافظ درسته درست چرا چشمات برو عشق شد الان به چی فکر به اون دوره به اون دوره هرچه بود تجربه بود منو ساخت و هیچ گله از هیچ کس ندارم به جز جمهوری اسلام هیچ دلم نمیخواد این سیستم و این حکومت بر سر مردم مملکتم باشه سایه‌شون خیلی تلخ و سنگین شکنجه‌گاه بی‌گناه
توفان ای هم خونه ایران دوباره میشه ایران ایران دوباره میشه ایران توی مود سپریچوال بودم، تازه از مکه و هند برگشته بودم. از نظر خودم جزو چند تا ترانه‌ایه که بهترینای منه. من و تو نوبت من که میشد علا حضرت به من میگفت اون کوهو برای من بخواه. من حالا میخوام به یادش کوهو براتون بخوام. لب بارون بوی دریا رنگ کوهی تو همون اوجه غریب قله هایی تو دلت فریاده اما بی صدایی هستیم تا عزیزی باسه ما رهاییم تا رها بشیم میمیریم. من صندلیم عوض شد. من حواسم به آهنگ بود بیشتر، تازه فهمیدم چی گفتی. تازه دوزاری افتاده.